خانم شجاعی خیلی خوش آمدید. شما به عنوان یکی از فعالین سالهای سال برای حقوق زنان آنچه که نداشتن در تمام این 14 دهه تلاش کردید. امروز که میبینید دانش آموزان کم سن و سال زیر 18 سال میان و اعتراض خودشون رو با برداشتن مقنعه نشون میدن، چه احساسی دارید و اصلا این حرکت رو و پیوستن اونها به خیزش رو چطور ارزیابی میکنید؟ والا احساس ما این روزا جز افتخار به زنا، جوونا، مردای کشورمون چیزی دیگری نیست و جز نگرانی برای سلامت همه اونا و جز آرزوی مقاومت برای یکایکشون. اما اگر که ما بخوایم این حرکت رو کمی برکنکاش کنیم که چرا این اتفاق میفته و بویژه تو مدارس دخترونه، ببینید این بچه‌هایی هستند که از 9 سالگی کودکیشون مصادره میشه با جشن تکلیف در مدارس. یعنی در تمام مدارس دخترونه سر 9 سالگی جشن تکلیف میگیرن که تو حالا دیگه یک زنی، با همبازی پسرت نباید بازی کنی، حالا تو غسل بهت واجبه، حالا تو اینطوری هستی. یعنی کودکی مصادره شده شون جلو چشمشونه. بعد مقنعه اجباری مجبورن بذارن حتی تو مدرسه ای که همه کارکنان زن هستن و مردی وجود نداره. و به هر حال این جنبشی که شروع شده بود با مسئله دفاع اعتراض به حجاب اجباری و در واقع از یک جور زنانه بودن این مطالبه رو میرسوند، الان تبدیل به یک ابر جنبش شده که این ابر جنبش تونسته تمام جنبش‌های اجتماعی رو به خودش جلب بکنه، از اقوام، از زنان که خب در واقع شروع کنندش بودن، از اقوام، از کارگرها، معلم‌ها، گروه‌های دیگه، اینا همه دارن میپیوندن و این ابر جنبش داره در واقع تحقق پیدا می‌کنه. بعدن هم ببینید وقتی معلم اعتصاب می‌کنه، خب دانش آموز از معلمش میآموزه. اگر معلم قرار بود معلم محافظه کار نون به نرخ روزخور ترس زده مرعوبی باشه که همه اینا در واقع دیده میشه و دلیل دوری جستن مردم از پیوستن به اعتراضاتشونه، خب بله. ولی وقتی که معلم اعتراض میکنه، مادر اعتراض، تو خانواده دارن اعتراض میکنن، توی جامعه دانشجو، معلم، بچه‌ها جدا از این نیستن. و من ضمناً این ماجرا رو میگم، 3 تا اتفاق مهم توی این جنبش در حوزه کودکان افتاد که ما هرگز سابقه‌اش رو نداشتیم. یکی پیوستن، یعنی بیانیه‌ای که اهل قلم ادبیات کودک، یعنی اونهایی که در واقع درگیر ادبیات کودک بودن، درگیر تألیفات کودک بودن، بیانیه مفصلی نوشتن و حدود 1000 خورده امضا فکر میکنم جمع شد. دومیش بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودک بود که این انجمن هم اصولا سعی کرده بود که خیلی بعد از ماجرای حق حضانت ما دیگه فعالیت زیادی از اعضای این انجمن نمیدیدیم و بعدن هم شورای صنفی معلم‌ها از دانش آموزا حمایت کرد. بنابراین این ابر جنبش در هم تنیده پیوسته متحد در واقع برایند مطالبات زنان بوده که زنان در جامعه سختی و درد و رنجی که کشیدن، اما تونست عمومیت بده و خواست. وقتی که میگن زن زندگی آزادی، بچه‌ها، یا اینکه تو شهریار بچه‌ها اون یا نروسری نتوسری رو گفتن، اینا که یادشون نیست زمان انقلاب این شعار، اینا یعنی همه داره حافظه تاریخی مردم به کار افتاده که یک بار دیگه منافع خودشون رو به هیچ ستمگری نفروشن. متشکرم از توضیحات شما. منصوره شجاعی، فعال و پژوهشگر حقوق زنان از لاهه.